وضوی علی رضی الله عنه و خلفای قبل از ایشان خلیفه اول خلیفه دوم مثل ما وضو گرفت حتی خلیفه سوم نصف حکومتش مثل ما یه دفعه عوض کرد از آنجایی که رافزیان خلفای راشدین را کافر می دانند هیچ روایتی از آنان در کتب خود ندارند و برای بیان فعل آنان ناچارند از کتب اهل سنت استمداد جویند حال ما می خواهیم بدانیم ایشان این سخن را از کجا آوردند که ابوبکر و عمر رضی الله عنهما پاهای خود را مس می کردند و مثل شیعه وضو می گرفتند حتی شورشیانی که بر علیه عثمان زن نورین رضی الله عنه برخواستند و به او اتهامات گذافی بستند به این مورد اشاره ای نکردند. چگونه این امر از دشمنان عثمان رضی الله عنه در اصرش که دنبال هر بهانه‌ای برای توجیه جنایاتشان بودند مخفی ماند و این آخوند کوچه های قم از آن باخبر شد به کدام دلیل و مدرک. نه تنها وضوی عثمان بلکه وضوی ابوبکر و عمر و حتی علی رضی الله عنهم اجمعین نیز همان وضوی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده است به طور مثال محمد ابن حسن صفار از زید ابن علی و او از پدرش امام حسین رضی الله عنه روایت می کند که پدرم علی ابن ابی طالب رضی الله عنه فرمود یک مرتبه نشسته وضو می گرفتم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمدند وقتی که پاهایم را شستم ایشان فرمودن ای علی در میان انگشتان پا خلال کن نگاه الاستبصار کتاب التهاره، باب وجوب المس على الرجلین حدیث هشت صفحه 29 چاپ بیروت و در کتاب الغارات از ابراهیم سقفی جلد یک صفحه 434 از علی رضی الله عنه روایت است که در نامه به محمد ابن ابی بکر چنین نوشت سپس پای راستت را سه بار بشوی سپس پای چپت را سه بار بشوی زیرا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را دیدم که این چنین وضو می گرفتن. همچنین در وسایل شیعه جلد یک صفحه 223 روایت 1102 آمده است که علی رضی الله عنه فرمود نشستم وضو بگیرم هنگامی که شروع به وضو گرفتن نمودم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و فرمودند آب را در دهانت بگردان و آب را در بینی خود بالا ببر و دندانهایت را بشوی سپس صورتم را سه بار شستم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند دوبار کافی است علی رضی الله عنه فرمود پس دستم را تا آرن شستم و سرم را دوبار مس نمودم. پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم فرمودند یک بار کفایت می کند. باز پایم را شستم سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ای علی بین انگشتان پایت را خلال کن تا آتش به آنها نفوذ نکند. و در کتب حدیث اهل سنت نیز روایات صحیح متعددی در مورد پای شستن علی رضی الله عنه آمده است و اگر در وضوع عاقلانه فکر کنیم هیچ عقل سلیمی نمیپذیرد پایی که بیش از هر جای دیگر در معرض آلودگی قرار میگیرد و چه بسا بوی تعفن میدهد شسته نشود و صورتی که کمتر از آن در معرض آلودگی است شسته شود مگر ممکن است وضوعی که به قصد عبادت و قطعا نظافت انجام میگیرد پا را از شستن استثنا کند برای اینکه آثار حاصله از تفاوت شستن و مس کردن پا را دریابید سری به مساجد شیعه و مساجد اهل سنت بزنید و در آن مساجد در هنگام سجده خود قضاوت کنید